شاید در جریان بوده باشند که دشمن، دشمنای وطن یک مقدار تشویش را خلق کرده بودند و به بیزها و پوسته های ولسوالی کلدار حمله کردند. البته یک تغییر بسیار اندکی آمده بود، ولی تبلیغات و جنگ سرد بیشتر بود متاسفانه، که کمی مردم بی‌دفاع و ملکی تشویش برشان خلق شده بود و این تشویش و سراسیمیگی باز به حیرتان سرایت کرده بود که تعداد مامورین یا مردم های ملکی بی‌دفاع و بی‌سلا چون از خشونت طالبان آگاه هستند طبعا تشویش کرده بود اونا، ولی الحمدلله ایستادگی این شیر بچه ها و قوات های مسلح افغانستان تانستند که مردانه و جسورانه از تعمیر ولسوالی، مدیریت امنیت ملی، قماندانی امنیه، از هسته مرکزی ولسوالی شجاعانه دفاع بکنن، ایستادگی بکنن و با سرعت برشان کمک برسن. تا زمانی که هنوز فشار در اینجا نرسیده بود، زیادتر نشده بود، بجز بیز و پوستایی که پیش رانده شده هست که سقوط کرده بود، مسئولین امنیتی که در کنار ایستاده هستند با سرعت به کمک رسیدن و ما هم با تمام بسیج ملی، بچه های صادق و خلفی سرزمین با کمکشان عاجل شتافتیم رسیدیم. نظم و امنیت در حیرتان تأمین است، کار به روال عادیش جریان داره و همچنان ولسوالی کلدار خودتان اعلام بدین تشریف دارین که تمام، البته از متاسفانه که یک کمربور هم اینازده بدن او مناطق هم به نام جوی جدید میگه فکر میکنم اونجا هم تصفیه شده که شما در این مسیری که آمدین هیچ تهدید ندیدین. طبعا امیدوار هستم که بقیه مناطقی که اگر باقی مانده باشه دشمن انشاءالله که تصفیه شوه و تصفیهش میکنیم با توفیق پروردگار. گرچه دیروز برنامه داشتیم موکد امنیتی ها که شنیده بودیم جرهای کنده شده شورتی پر خود اینا دوباره پر کرده بودن، ما میخواستیم که با استفاده از امکانات خود اینا که زمینه را برای ما مساعد کرده بودن و ماینا را کشیده بودن، یک راه پر بود، اطلاع بود که نمیخوام، ما تصمیم داشتیم که با سرعت از این مسیری که شما تشریف داشتین روز از اون مسیر دوباره بریم سر ولسوالی شورتی پر، ولی این تهدید که پیش آمد تصمیم بر این شد که اینجا را دفعه پاکری کنیم و مستحکم بسازیم. اگر رهبری قوای مسلح موافق بوده باشند که ما در عمق شق اجرا بکنیم و در عمق داخل شویم، چرا نه، ما کل ما آمده هستیم، هم قوای نظامی و هم بسیج ملی آمده هستند. که استراتژی مرکز چی است بعدن را شما احمد من آگاه میشین. ما یک دفعه خود شما خودتان در جریان بودین که ما میخواستیم با تهیه و تنظیم تیم تطهیر برم پیش بریم، او هدایت رهبری قوای مسلح وزارت محترم دفاعی بود که نه شما نرین که چون بسیار اراضی پیچیده و دور و دراز است، ولی ما گفتیم با شرطی نمیریم که زیاد منطقه خورف دادن که کلتان شاید هستیم، به شرطی نمیریم که او بچه ها را بیرون کنین. بازواری صاحب دفاع برای ما قول داد، واقعی دیگه بچه هایی که ده شبانه روز معاصره بدون هیچ نوع امکانات ولی وسایلی که خودشان داشتن شجاعانه بجنگن، ولی یک نفرشان هم تسلیم نشود، اونا قابل قدر بودن. وزیر صاحب محترم دفاع قول دادن که این قاضی بشار ما انتقال میدیم. واقعا با او ما قبول کردیم، البته که والی صاحب و مسئولین امنیتی اینا کلشان بودن، تمامی اونا رو باز انتقال دادن الحمدلله، از ولسوال گرفته تا مسئولین پلیس، مسئولین امنیت ملی، اردو، مربوط قوای سرحدی ما، قمانده صاحب لوای تشریف آوردن، قمانده صاحب لوای سرحدی هستن که شب روز بشار زحمت میکشن. تمامی و افراد با شهامت و شجاعت قوای هوایی ما، پیلوتای جوان و پیلوتای کارکشته و با تجربه ما، یعنی کنکارهای ما همچنان شجاعت اونا هم قابل قدر است، اونا با زحمت کشی قمانده صاحب لوا و سایر مسئولین امنیت ملی و پلیس و هدایت مستقیم وزیر صاحب دفاع و همکاری قماندان قلوردو کلشان انتقال شد که من از این کار بسیار خرسند است. نه خیر، قرار بود که جنگ در اینجا برسه، اگر امو لحظه نیروها دیروز اینجا وارد شدن، دیروز
اگر دیروز با سرعت یکی از میجوانایی که پولیتون ایستاد است فضلالدین خان اینا تمام قماندانا که امام امام که نام بیان کنمش نمانه اگر دیروز اینا وارد نمیشن طبعا اینجا جنگ شدید میشد اما اینجا پلیس و مفرزای امنیتی ملی و مسئولینی که اینجا حضور داشتن از سرحدی و فکر میگه از کماندو حضور داشتن بله از کماندو چند نفر از کماندو گرچه اونا پایگاهشان خاص‌تر از جداتر است و خیلی شجاعانه ایستادگی کردن و خب جنگیدن استاد شدن اینا آمده نشدن که فرار بکنن کمکی برایشان رسید طبعا وضعیت تغییر کرد فعلا بچه‌ها بسیار پیش رفتن از سه استقامت و جنگ بسیار دور بود اسم که به شما بهتر معلومه دو روز پیش در قدم خود به ساعت تبلیغات سهراغین دشمن در رابطه بود که گویا ما ولسوالی رو میگیریم و پرسنل دری قهرمانه که از قوه مسئله که هم از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در اینجا موجود بودن شجاعانه رد میدن دفاع کردن ولی متاسفانه که یک تعداد مردم های ما ترس ایراد از وحشت و دهشت از با داشتن که بعضی خانه های خود ترک کرده بودن و قوه به وقت زمانشان رسیدن دیجا بیا خب پل پلشک هم مسیر سارا را مزدود ساخته بود و پل پلشک ما طرف نیروهای امنیتی پس دوباره ایجاد شد و رفت نرمال فعلا میشه و شما ببینید که دیجا خیزش های مردمی که اولین بار در تمام افغانستان در ولایت بلخ با اکثر رهبرای جهادی و بالخصوص در بلخ توسط استاد محترم وعدنی بلکه به سانی عمل شد که عملیات اول منطقه رسوالی شورت پا بود و عملیات دوم هم دیجا در پالی نیروهای امنیتی خود خیزش های مردمی که واقعا جنبه عملی دادن شما این شاهد هستین و این تمام ولایت از بلخ یاد گرفتن و انشاءالله که بترین فرصت در سراسر افغانستان انشاءالله نوبت دشمن نیست و نابود میشه نیروها جنگیدن چون مسیر را به شما بهتر مار مسیر را بسیار طولانی بود و نتانستین که با وقت زمانشان شای باتیشان را برشان برسانیم به او خاطر یا مقمدوی تسلیم نشدن بلکه خودشان نظر به هدایت مقامات متمخیل بشین نکنه خیر است اگر راضی دست بدست میشه دستکری ما عقب بشینیم داریم و پیشروی هم داریم عملیات هم مشکل نیست ما هنوز هم امیدوار هستیم که گروه طالبان و تحریک طالبان به صلح لبک بگن اما تا امروز هیچ نوع نشانی را ما از طرف طالب ندیدیم که نشان دهنده علاقمندیشان بر صلح باشه بجز وقت کشی بجز ضایع وقت و ما میبینیم که در دوحه سر میز مذاکره حاضر به مذاکره نمیشن و اینجا هم در داخل افغانستان جنگ به مراتب بیشتر از گذشته شدیدتر ساخت اگر قرار باشد که مذاکرات ناکام شد قرار باشد که طالب نخواهد که مصالحه بکنه و صلاح را ترجیح بده خشونت را ترجیح بده به او صورت بله ما همه ما صلاح میبرداریم نه تنها ما میلیون ها جوان دیگری در کشور هست که به مراتب بهتر از ما شاید به سادگی بکنن و بجنگن و دفاع بکنن از حقوقشان از عزتشان از مردمشان و بالاخره از تاریخشان ما هم به صلح آماده هستیم هم به جنگ اما اولویت برای ما صلح است حاضر هستیم امروز هم اگر صدا بکنن برای مذاکره ما مذاکره میکنیم قسمی که هیئت مذاکره ما امروز در دوحه است و واضح نشان دهنده از این است که ما از طرف ما هیچ نوع مشکل نیست هر لحظه که اونا حاضر به مذاکره شوند ما هم حاضر به مذاکره است دشمن از خود توان نداره مقاومت نکرده که مقاومت صورت میگرفت و ما مکلفیت ما این بود که قوای ویره بخوایم و مناطقی که دشمن مقاومت میکرد توسط بمباردمان را از بین ببریم و پیشروی ما ادامه پیدا بکنه خوشبختانه پیشروی ما ادامه داره و دشمن تا مقاومت فعلا نداره ما پلان ها و برنامه های خاص داریم اکثر مناطقی که آسیب پذیریش زیاد تاثیر شناسایی میکنیم بیزای خوب مستحکم میندازیم و دیگه دشمن مجال پیدا نکنه از ولسوالی های همجوار ولایت بلخ ولسوالی قلعه زال دستای کلدار بیاید